در حالی که جهان با گونه بسیار مصری کرونای دلتا دست و پنجه نرم می‌کند، دانشمندان در تلاشند مبنای بیولوژیکی آن که رفتارهای آن را تعیین می‌کند بهتر بشناسند. تیمی از محققان دانشگاه تگزاس تمام تمرکز خود را روی جهشی از سویه دلتا متمرکز کردند که باعث تغییر یک اسید آمینه در پروتئین میخی شکل ویروس سارس کووید 2 یا همان ویروس پدیدآورنده کووید 19 شده است. این پروتئین میخی شکل مسئول شناسایی و حمله به سلول‌های بدن است و جهش یاد شده در قسمتی از این پروتئین موسوم به محل شکاف فیورین یا شکست فیورین ایجاد شده است. فیورین یک پروتئین است که در بدن انسان وجود دارد و ویروس کرونا با ربایش فیورین از آن برای فعال کردن خود در سلول‌های بدن بهره می‌برد و همین مسئله باعث می‌شود ویروس کارایی بالاتری برای آلوده کردن سلول‌ها داشته باشد. دلتا نخستین واریانت کووید 19 نبوده که محل شکاف فیورین در آن با جهش و تغییر روبرو شده است. سویه آلفا نیز در همین مکان دارای یک نوع اسید آمینه متفاوت است، اما شواهد نشان می‌دهد که جهش ایجاد شده در سویه دلتا پیچیده‌تر بوده است. همچنین زمانی که محققان سلول‌های کشت شده اپیتلیال دستگاه تنفسی انسان را با میزان برابری از ذرات ویروسی آلفا و دلتا آلوده کردند، دلتا به سرعت از گونه آلفا پیشی گرفت و اکثر سلول‌ها را آلوده کرد. تحقیقات نشان داده قدرت سرایت سویه دلتا دست کم 40% بیشتر از سویه آلفا است، سویه‌ای که نخستین بار در بریتانیا شناسایی شده بود. طبق بررسی محققان، در صورتی که پروتئین‌های میخی شکل کووید 19 دارای جهش موجود در محل شکاف فیورین گونه دلتا باشند، سرعت اتصال ویروس به سلول‌های آلوده نشده حدود 3 برابر افزایش پیدا می‌کند. با این حال دانشمندان معتقدند وجود بیش از یک جهش در گونه دلتا باعث افزایش قدرت سرایت پذیری آن شده است. اما برای درک کامل این موضوع باید سایر جهش‌ها نیز مورد بررسی دقیق قرار بگیرند تا نقش آنها نیز مشخص شود. جهش هایی که باعث شدند این گونه امروز به سویه قالب کووید 19 در جهان تبدیل شود.